آفتابان ذره را گردد غلام، قطره ای که از بحر وحدت شد صفی، هفت بحر آن قطره را باشد اسیر. پس یک چیزی هست، یک آدمی هست، یک هستی هست که شما یک قطرش، قطره ای از اون هستی، هفت دریان جلوش هیچ هست. گر کف خاکی شود چالاک او، پیش خاکش سر نهد افلاک او. چالاک یعنی ساخته و پرداخته. این اشاره است به اون داستان خلقت انسان که یک کف خاکی رو برداشت آدم ازش تا فوت کرد توش شدیم ماها. یک همچین موجودی که چالاک اوست، یعنی ساخته و پرداخته اوست، میتونه به جایی برسه که افلاک آسمونا پیشش زانو بزنن. خاک آدم چون که شد چالاک حق، پیش خاکش سر نهد املاک حق. املاک جمع فرشته است. حالا فرشته باید جمعش ملائکه باشه، حالا مولانا املاک گفته دیگه. از سما انشقت آخر از چه بود؟ از یکی چشمی که خاکی برگشود. حالا میگه تو قرآن هست که آسمون شکافته میشه. این شکافته شدن هست نه که واقعا آسمون شکافته بشه، همین که چشم آدم باز میشه به حقایق، این اونو داره میگه. مولانا میگه پاره شدن آسمون یعنی باز شدن چشم ما برای دیدن حقیقت. خاک از دردی نشیند زیر آب، خاک بین که از عرش بگذشت از شتاب. من الان اینجا تو این لیوان آب خاک بریزم، خاک میره ترش میشینه چون سنگین تر از آبه، ولی میگه همین خاک میتونه بره بالا از هفت آسمون بگذره. حالا این اشارت به معراج، یعنی یک آدم خاکی تونسته از هفت آسمون بگذره. همون خاکی که تو لیوان آب باشه میره پایین میشینه. مولانا داره میگه که این چیزایی که به اصطلاح ما میدونیم همه دو وجه میتونه داشته باشه. یه وجهش اینه که تو آب میره پایین، یه وجهش اینه اصلا از این آسمونا